گزینه بعدی ما در منوی جدید است، منوی یا تب دیتا. در اینجا ما داریم Get and Transform Data. در قسمت Get and Transform Data ما در دیگر گزینه های از کار نداریم. ما میتونیم دیتای خود را از یک منبع وارد کنیم. خب ما در منابع دیگر کار نداریم، ما فقط From Table and Range را کار داریم. در یک قسمت از Table خود کرسر خود را میگذاریم، From Table and Range روش کلیک میکنیم، اوکی میکنیم. یک صفحه یا یک کلن برنامه جدید رو به نامی Power Query Editor بر ما اضافه میکنیم. یکی این چی کار میکنه؟ میریم از اول شروع میکنیم تا بفهمیم که وظیفه از چیست. یک زمانی هست که ما چی کار میکنیم؟ به فرض اینمی نامای خود را به شکل غیر نامنظم نوشته میکنم. به دو فاصله میتونم، به سه فاصله میتونم، به اول زیرم با دو فاصله میرم چهار فاصله بخی، یک زیر بولد میکنم، یکیش را هایلایت میکنم و یک دیگه رنگ میتونم برش، یک دیگه ایش فونتش را عوض میکنم. خلاصه در حالت گرد وقت قرار میتونم و در قسمت های دیگه شما می تغییرات رو مورده میتونم. وقتی که بخوایم اینمی قسمت ها را من اصلاح کنم، اینمی قسمت ها اصلاح شد و یک دفعه بر ما دانه دانه اصلاح کردن از اینو کاری سختی هست. فاصله را از بین بردن اینو، اگر جدول مثلا طولانی باشه اینمی اصلاح کردن از اینو واقعا سخت است. در اون صورت ما میاییم از قسمتی Get and Transform Data و از گزینه From Table or Range کلیک میکنیم. رویزی Power Query Editor بر ما باز میشه. Power Query Editor بر ما باز شد. در اینجا میبینیم که اونمو بعض تغییرات رو بر ما آورد که دیگه Bold یا Italic و Highlight و رنگ و یه چیزها نداریم، کلیکش در یک تغییرات مدن. با تفاوت این که همگیشون فاصله ها در سر جای خود است. متفاوت این که همه فاصله ها سر جای خود است. ما می کالم را انتخاب میکنم، در قسمت ترانسفرم میایم. به اینجا گزینه های زیاد است. ما اگر بخوایم این گزینه ها رو همگیش بررسی کنیم خیلی وقتی رسته و خیلی برنامه میگیره. کسایی که در برنامه اکسیل کاربارشون با برنامه اکسیل است لازم است تا اینا رو بخونن. در غیر از اون ما فقط کوتاه اینا رو بررسی میکنیم. ما فرض کو فرمت رو بررسی میکنیم. ما فرمتش رو میتونیم لوور کیس، کلگیشن لوور کیس انتخاب کنیم یا کلگیشن رو اپر کیس انتخاب کنیم. میگم بیایم نمای زیر کلن اپر کیس انتخاب کنیم و در قسمت ریپلیس ویلیو میایم. میگم که فاصله های زیر از بین ببرش. خب در قسمت اول میگم یعنی فاصله رو بر یعنی ولیو رو بر ما چک کنم. مثلا دو ولیو رو انتخاب میکنم، میگم ایره با بدونی در قسمت بعدی دیگه فاصله اضافه نمیکنم. میگم این دو فاصله رو با بدونی با هیچ فاصله بر ما تبدیل کنم. ایره اوکی میکنم و نمو جاهایی که دو فاصله بود بر ما حذف شد. باز نمی قسمت میم و این بار میکنم که یک فاصله رو با هیچ فاصله بر ما تغییر بده یا تعویض کنم. این بار اون قسمت هایی که یک فاصله هم داشت کلیکشون تغییر کرد. در قسمت هوم میایم، قسمت کلوز اند لود میزنم. کلوز اند لود داکومنت را که ما در اونجا اصلاح کردیم در یک جدول منظم به طور منظم به طور یک شیت جداگانه بر ما در اینجا اضافه میشه. ما شیت را میتونیم فرض کنیم اولی نام شیت 1 بود. ما اینم نام شیت 1 میمونم. انتر میکنم. دو تا قبول نمیکنم. ما یک فاصله میذارم. و این شیت قبلی خود رو حذف میکنم. میگم دیگه به درد نمیخوره. ما شیت بهتر جای داریم. دلیت. اینا لامو امو فیکس امو چیزا داریم با تنظیمات خیلی بهتر.